فصل پنجم. اما شخصی به نام حنانیا با همسر خود سفیره قطع زمینی را فروخت و با اطلاع زن خود مبلغی از پول آن را نگاه داشت و بقیه را آورد و در اختیار رسولان نهاد. پتروس گفت: ای حنانیا، چرا اینطور تسلیم شیطان شدی؟ تا او تو را وادار کند به روح القدس دروغ بگویی و مقداری از پول زمینت را نگاه داری. آیا وقتی آن را داشتی مال خودت نبود؟ آیا وقتی آن را فروختی باز هم در اختیار خودت نبود؟ چطور شد که فکر چنین کاری کردی؟ تو نه به انسان بلکه به خدا دروغ گفته‌ای. همین که حنانیا این سخنان را شنید به زمین افتاد و جان سپرد و همه آنانی که این را شنیدن بسیار ترسیدند. آنگاه جوانان آمدند و او را کفن کرده به خاک سپردند. پس از 3 ساعت همسرش بدون این که از جریان آگاه باشد وارد شد. پتروس از او پرسید: بگو ببینم، آیا زمین را به همین مبلغ فروختید؟ زن گفت: آری، به همین مبلغ. پتروس به او گفت: چرا هر دو همدست شدید که روح خداوند را بیازمایید؟ کسانی که شوهرت را دفن کردن همکنون در آستانه در هستند و تو را هم خواهند برد. در همان لحظه او پیش پاهای پتروس افتاد و جان داد. جوانان که وارد شدند او را مرده یافتند و جسدش را بردند و پیش شوهرش دفن کردند. بر همه کلیسا و کسانی که این را شنیدند ترس عظیمی مستولی شد. رسولان آیات و معجزات بیشماری را در میان قوم انجام می‌دادند و با وحدت نظر در ایوان سلیمان جمع می‌شدند. هیچ کس خارج از جمع خودشان جرأت نمی‌کرد با آنان همنشین شود. اما مردم عموماً از ایشان تعریف می‌کردند. ولی بیش از پیش مردان و زنان بسیاری به خداوند ایمان آوردند و به ایشان پیوستند. کار به جایی رسید که مردم بیماران خود را در کوچه ها می آوردند و آنان را بر بستر و تشک می خوابانیدند تا وقتی که پتروس از آنجا می گذشت لااقل سایه او بر بعضی از آنان بیفتد. عده زیادی از شهرهای اطراف اورشلیم آمدند و بیماران و کسانی را که گرفتار ارواح ناپاک بودند آورده و همه شفا یافتند. در این هنگام کاهن اعظم و دستیاران او یعنی فرقه صدوقی از روی حسد اقداماتی به عمل آوردند. آنها رسولان را گرفتند و به زندان عمومی انداختند. اما همان شب فرشته خداوند درهای زندان را باز کرد و آنان را بیرون برد و به ایشان گفت: بروید و در معبد بیسید و در مورد این حیات تازه با همه صحبت کنید. پس آنان این را شنیدند و به آن عمل کردند و صبح زود به معبد رفته به تعلیم پرداختند. کاهن اعظم و دستیاران او اعضای شورا و مشایخ اسرائیل را فرا خوانده جلسه‌ای تشکیل دادند و کسانی را فرستادند تا رسولان را از زندان بیاورند. وقتی ماموران وارد زندان شدند آنان را نیافتند. پس بازگشتند و گزارش داده گفتند: ما دیدیم که درهای زندان کاملا بسته بود و نگهبانان در جلوی درها سر خدمت حاضر بودند، ولی وقتی در را باز کردیم هیچ کس را نیافتیم. هنگامی که فرمانده پاسداران معبد و سران کاهنان این را شنیدند حیران ماندند که چه به سر رسولان آمده و عاقبت کار چه خواهد شد. در این هنگام شخصی جلو آمد و گفت: زندانیان شما در معبد ایستادن و قوم را تعلیم می دهن. پس فرمانده با پاسداران معبد رفت و آنان را آورد، البته بدون اعمال زور، زیرا می ترسیدن که قوم آنان را سنگسار کنند. رسولان را آوردند و در برابر شورا به پا داشتند و کاهن اعظم بازپرسی را چنین آغاز کرده گفت: مگر ما اکیداً به شما اخطار نکردیم که دیگر به این نام تعلیم ندهید، اما شما برخلاف دستور ما اورشلیم را با تعلیمات خود پر کرده اید و می کوشید که خون این شخص را به گردن ما بیندازید.
پتروس و رسولان پاسخ دادند: از خدا باید اطاعت کرد نه از انسان. خدای پدران ما همان عیسی را که شما مصلوب کرده و کشتید زنده گردانید و به عنوان سرور و نجات دهنده با سرافرازی در سمت راست خود نشانید تا فرصت توبه و آمرزش گناهان را به بنی اسرائیل عطا فرماید و ما شاهدان این امور هستیم، یعنی ما و روح القدس که خدا به مطیعان خود بخشیده است. هنگامی که این را شنیدن، چنان خشمگین شدند که تصمیم گرفتن آنان را بکشند. اما شخصی از فرقه فریسی به نام قمالائیل که استاد شریعت و پیش همه مردم محترم بود در مجلس به پا خواست و دستور داد که متهمان را مدتی بیرون برند. سپس به حاضران گفت: ای اسرائیلیان، مواظب باشید که با اینها چه می کنید. مدتی قبل شخصی به نام تئودا برخاست و با این ادعا که شخص مهمی است تقریباً 400 نفر را دور خود جمع کرد. اما او به قتل رسید و همه پیروانش از هم پاشیده شدند و تمام نقشه‌های او نقشه براب شد. یهودای جلیلی هم در زمان سرشماری برخاست و گروهی را به دنبال خود کشید، اما او هم از بین رفت و پیروانش پراکنده شدند. و امروز این را به شما میگویم که با این افراد کاری نداشته باشید، آنها را به حال خود بگذارید، زیرا اگر نقشه و کاری که دارند از آن انسان باشد به ثمر نخواهد رسید، اما اگر از آن خدا باشد شما نمیتوانید آنها را شکست بدهید، چون در این صورت شما هم جزو کسانی خواهید شد که با خدا ستیزه میکنند. آنان به نصیحت او گوش دادند. رسولان را احضار کردند و پس از آن که آنها را با شلاق زدند به آنان اخطار کردند که باید از سخن گفتن به نام عیسی دست بردارند. سپس آنها را آزاد ساختند. پس رسولان، چون خدا آنان را شایسته دانسته بود که به خاطر نام عیسی بی حرمتی ببینند، شادی کنان از حضور شورا بیرون رفتند و همه روزه در معبد و در خانه ها به تعلیم و اعلام این مژده که عیسی مسیح موعود است ادامه دادند.